بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، هفتم خرداد ماه 1397 و برابر با 28 می ماه 2018 میلادی. امروز در آمریکا بهش میگن مموریال دی، روز گرامی داشت اونهایی که برای این مملکت رفتن جنگیدن و الان از دنیا رفتن. بعضی وقتا دوستان سوال میکنن که چرا یک مموریال دی داریم و یک ویترنز دی. ویترنز دی برای اونهایی هست که در سرویس، در ارتش و نیرو دریایی و نیرو هوایی و اینها خدمت کردن و هنوز هم زنده هستن، یه روز از اونها قدردانی میشه. یه روز هم که مموریال دی امروز باشه، از اونایی که برای این مملکت جان خودشون رو از دست دادن. ممنونم که دوستان در فیسبوک با ما هستن. بیشتر ممنون میشیم اگر برنامه ما رو با دوستان خود شیر کنن، در میون بذارن. و جمعه من نبودم، نتونستم برسم اینجا. حقیقت این بود که قرار بود با آقای امیر حسین لادن مصاحبه کنم و ایشون وقتی که نوشت که نمیتونه و گرفتاری براش پیش آمده و نمیرسه و اینها، ببخشید این ضرب المثل، میگن که خر لنگ منتظر هوش هست. ما هم از خدا خواسته گفتیم خب حالا که ایشون نمیرسه با این وضع واشنگتن و ترافیک آخر هفتهی که سه روز بعدش تعطیله، به اصطلاح شنبه، یه شنبه، دوشنبه، و مردم از پنج شنبه میرن مسافرت و دیوانه میشن. خلاصه گفتیم خب ما هم برنامه نمیذاریم و میذاریم مردم استراحت کنن. البته برنامه روز پنج شنبه که با آقای جهانگیر شادانلو بودم صحبت کردیم بود و برنامه خوبی بود، دوستان دیدن، خیلی هم انتقاد کردن، خیلی هم تعریف کردن. در صورت تلویزیون مردم فلسفهش اینه که همه میتونن از این تلویزیون، از این سکوی ارتباطی استفاده کنن، نظرات خودشون رو بگن. اجازه بدین من این رو شیر کنم با بله آقای کامران خاندرم. میگه درود به آقایان سوربی و بینندگان برنامه، خیلی خوشحالم فضائل عزیزانم اینجاست. آقای عزیزان، آمدی ایران رو آزاد کنی جمعه با این آقای حمزه پور یا نیامدی؟ کسی اصلا آمده بود اینجا؟ چون حتی این آقای کنت تیمرمن که برای من نوشته بود میره اونجا صحبت کنه و من بهش گفتم تو مطمئنی میخوای بری در صف حمزه پور دیوانه و حخا و اینها وایسی؟ گفت من برام مهم این نیست، مهم این است که من طرفدار ترامپ هستم و میرم اونجا تا به ترامپ بگم که خیلی ممنون که میخوای ایران و حکومتشو از بین ببری. گفتم والا فقط مگر اینکه دیوانه باشی که فکر کنی ترامپ به گفته های خودش عمل میکنه. اگه میگی نه، از اون زنای قبلی سوال کن که آیا به این گفته های خودش، وعده و وعید خودش عمل میکنه یا نه. و اما میگن برنامه به هم خورد. معلومه که به هم میخوره خانم بهیه جیلانی. هیچ دیوانه‌ای نمیاد لانگ ویکند، مموریال ویکند، اون یکی دیگه لیبر دی ویکند، اینا رو برنامه بذاره. طرف بخواد عروسی کنه، ازدواج کنه، اینها تقویم رو نگاه میکنه میبینه این مردم مسافرت میخوان برن، میخوان دریا برن، نه اینکه یه دیوانه. حالا نمیخوان به پیر مردا و پیر زنا بی احترامی کنیم، واقعا این پیر خرفت، این دلغک حمزه پور خودش رو مسخره کرده و اون بیچارهایی که به این دل بستن. ما دوستی داشتیم که آقا من میام، یه نفر گفته اگه شما بیای منم میام. میگم آخه برای چی؟ میگه خب حالا بریم شاد شد. گفتم شما من یاد اون عرق خوری میندازی که عرقشو میخوره بعد میره دست نماز میگیره وای میسه نماز میخونه، بعد ازش که میپرسی با دلیل خودش، با منطق خودش میگه حالا ما این کارو میکنیم، شاید یه خدایی هم بود، شاید بهشت و جهنمی هم بود. بابا تکلیفتون رو معلوم کنید، خجالت آوره. پس به همین دلیل بود که من هرچی نگاه کردم به اصطلاح چیزی ندیدم. ممنونم از خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس، ممنونم از آقای عزیزان از آتلانتا. آتلانتا هستی یا آمدی اینجا؟ بالاخره ایران به این راحتی آزاد شدنی نیست کاکو. آقا ببین عزیز من، آزاد از دست کی؟ مگه خودمون نمیگیم اینا رو خارجی ها آوردن؟
مگه الان اینا منافع خارجی ها رو تأمین نمی کنن؟ نفتی که باید 200 دلار باشه الان 70 دلار می فروشن. نفت ببینید از چند سال قبل ارزون تره، ولی تو این چند روز گذشته چند پنی مثل یک قرونه رفت بالا، صدای مردم در اومد. این مردم آمریکا عادت کردن چیزای ارزون و مجانی داشته باشن. یه زمانی حاصل دسترنج و عمر از چیزا رو، برده ها رو، یه زمانی چینیایی که اومد بودن اینجا، یه زمانی الان خارجیایی که میان اینجا به خاطر اقامتشون مجبورن حقوقای کم بگیرن و قاچاقی زندگی کنن، اینا میخورن میگردن و نصفشون مستن، نصفشون هم نشه هستن دیگه، نصف و نصف بسته دیگه، باقیش هم خوشحاله. شما عکس رئیس جمهور و نخست وزیر ببر تو خیابون از آمریکایی‌ها سوال کن این کیه. نخست وزیر آمریکا رو میگم، ما معاون رئیس جمهور، گاهی وقتا عکس رئیس جمهور رو ببر بگو کیه، خیلی هاشون نمیشناسن. میگه آقا من میرم سر کار، میام موزیک گوش میکنم، بعدم شب میخوابم یه آبجو میخورم میخوابم که فردا صبح دوباره زود بلند شم برم سر کار. اینجوری اوضاع. اون یه دیوانه میاد میگه شما اگه میخواین بیاین از اروپا فوتوکپی پاسپورتتون رو بفرستین من براتون ویزا میگیرم. آخه باید دیوونه باشیم که اینا رو تبلیغ کنیم؟ باید دیوونه باشه کنت تیمرمن که میخواسته اینجا سناتور بشه، یه روز میره دنبال زاکری دیوانه، یه روز میره دنبال نمیدونم اون یکی دیگه، یه روز میاد دنبال این حمزه‌پور احمق بماند. اینم از این. بله آقای عزیزانم میگه که آتلانتا هست، آتلانتا جای خوبی هست. خیلی هم ممنون از این دوستانی که اینجا هستن. بذارید ببینم من ماجرای تلویزیون دیدگاه، یادتونه چند مدت پیش من با این آقای منصور اوسانلو که دیدم با تلویزیون دیدگاه که اون موقع اون آقای افتخاری دیگه افتخارش تموم شده بود و مفتخاریش تموم شده بود و رفته بود، یا آقای فرهاد پارسی دیگه پولی بهش نمیداد، علی مونده بود و حوزش، این آقای دکتر کوروش عرفانی مونده بود، و دیدم چپ و راست آقای منصور اوسانلو میره اونجا. گفتم آقا شما که اینجا میری بگو پول این تلویزیون کی میده؟ هر جا مفت بود ببخشیدا مثل الاغ سرتون رو نندازید زیر بکنین تو آخر، چون مجانیه. و اگه یه جایی میگه آقا 20 دلار بده خرج اینترنت، اون وقت میان میگن این مزدورم هست. اونی که میگه 20 دلار خرج اینترنت رو بده که برنامه بذاری مزدوره، ولی آقای کوروش عرفانی که چندین سال، یکی از این آقا بپرسه آقا شغلت چیه، بپرسه شغلت چیه، از این تلویزیون به اون تلویزیون، اونجا مدیر بودی، اونجا منیجر بودی، اینجا منیجر هستی، اونجا نمیدونم سکینه هستی، شما چه کار میکنی؟ تلویزیون دیدگاه شده تلویزیون ریدگاه. حالا آقای افتخاری آمده نوشته که من متاسفم که این تلویزیون رو تأسیس کردم ولی اینجوری شد. بله آقا شما هم موقعی که پولتون رو قطع کردن حالا آمدی صحبت کنی. اینم از این. کسی از آقای منصور اوسانلو خبر داره؟ منصور اوسانلو گفته بودن که حمله بهش شده و اینها. البته خبر اولی همچین چیزی رو نمیگو، خبر اولی میگفتن ایشون داشته میرفته در راه تلویزیون، یه تلویزیونی، و اونجا به اصطلاح سکته کرده، و این یه چیز عادیه. همه منم که از خونه میرم بیرون دیگه تو این سن ها 62 58 40 تو ایران میگن طرف 30 سالشه، ایست قلبی میکنه، ایست مغزی میکنه و فلان اینا. ولی بعد داستان عوض شد، بعد داستان این شد که چند نفر به ایشون حمله کردن، و اول میگفت من یادم نمیاد، ولی بعد گفت که چند نفر بهش حمله کردن و به صورتش یک موادی زدن و اینها، و عکسایی هم از بیمارستان فرستادن. من خبر ندارم. یه دوستی از من خواسته بود که آقا شما قبلا با آقای صبری حسن‌پور هم مصاحبه کردی و ایشون 2 سال پیش رفت ایران و اسیر شد و زندانی شد و اینها و الان برگشته هلند، اگه امکان داره باهاش مصاحبه کنید. گفتم والا من براش نوشتم، احتمالاً این تناب آخونده هنوز به بیزه های ایشون آویزونه. جوکشو شنیدید؟ اون کسی که مزخرف میگفته رو منبر، میان یه تنابی میبند، میگن که آقا دیگه نمیتونین تو این مسجد صحبت کنی. میگه بابا من با پول در بیارم. میگن خب بشین اینجا، ولی ما یه بند میبندیم به بیزهات، اگه یه چیزی گفتی برخلاف خواسته ما این بند رو میکشیم. من فکر کنم افرادی مثل آقای صبری حسن‌پور
وقتی رفته ایران، رفته دیدار خواهرش، فامیلش، اصفهان رفتن، خرمشهر رفتن، شیراز رفتن، تهران رفتن، همچین که خواسته بیاد گرفتنش، وقتی انداختنش زندان، مثل مجاهدینی که جدا میشن تا یه مدتی صحبت نمیکنن، اینا تا یه مدتی ترس و وحشت دارن. دلیلش هم اینه که آخونده قشنگ به اصطلاح نسخ میگن کشیده ازشون و اینا هنوز هم میترسن و هیچی نمیگن. شاید هم گفتن اگه آقا رفتی حرف زدی ببینی آدرس خواهرت یا آدرس شوهر خواهرت یا آدرس برادرت یا آدرس مادرت فلان اینها، ما از اینجا شما برو اونجا حرف بزن، ما اینجا بندو میکشیم. در صورت اینم از این، اگه کسی از ایشون خبری داره یا مصاحبه دیده بگه تا ما هم پخش کنیم. از صبح تا شب من 100 تا از این چیزا برام میاد. لطفاً با دوستان خود به اشتراک بگذارید برنامه زنده فلان. خب خانم آقا یکیتون نمی‌نویسید، لطفاً به اشتراک بذارید، اینم 10 دلار خرج. برای یه دوستی آقای حسین کوپایی فکر کنم هست، نوشته بود این را تا آنجا که میتوانید پخش کنید. گفتم والا میخوام پخش کنم، ماشین مردم تیوی کنار خیابون بنزین تموم کرده. براش نوشتم سالهاست که میگم وقتی پول داشتم یه ماشین خوب خریدم که مدتها کار کنه به نام مردم تیوی. خودم هم راننده خوبی هستم، این مأمور بیمه ما، ایجنت بیمه ما، فروشنده بیمه ما از من خوشش نمیاد، میگه آقا تو اصلا به ما پول نمیدی، چون هم خودت هم همسرت گواهینامه‌شون عالی، رانندگی عالی، نه تیکت داری نه تصادف داری. منم مجانی برای این ماشین مردم تیوی رانندگی میکنم، ولی خب بی احساس، بی غیرت، بی وجدان، خوش غیرت. شنیدید وقتی به بعضیا میگن خوش غیرت منظورشون اینه که بی غیرت؟ آقا شما دست میکنم تو جیبت، با حسین آقا نیستم، حسین آقای نوعی، الحمدلله علی، حسن، حسین، امام، فلان، همه اینا رو داریم. شما دست بکن تو جیبت، بگو این 10 دلار بنزین، این 1 دلارم برای نوشابه. برای آمریکایی رفتم کار کنم، به گفت که ماشین تو پارک کن اینجا بیا. گفتم اینجا میگه 2 ساعت. گفت ویکنده. گفتم نه، روزای شنبه هم میگه باید پول بدی و من هی نمیتونم هر 2 ساعت بیام. گفت که خب بیا بریم اونجا پارک کنیم، یه پارکینگ شبانه روزیه. وقتی رفتیم اونجا پارک کردیم، تا اومدم 10 دلار داد. گفتم این برای چی؟ گفت برای پارکینگ. گفتم نه، داخل اینجا نوشته بود اینجا شنبه و یه شنبه ها تعطیل. این آمریکاییه، اون وقت ما ایرانی، ایرانی احمق میاد زنگ میزنه ساعت 4 صبح. شانس آوردیم ما دیگه تلفن راحت گذاشتیم به رانسل ماشین. ساعت 4 صبح زنگ میزنه، آهای مزدور شناسایی شدی، مبارکه مبارکه، 80 میلیون مزدور تو پیدا کردی احمق، حالا میخوای چه غلطی بکنی؟ بذار یه زنگ بهش بزنیم ببینیم اگه جواب بده میخواد چه غلطی بکنه. خب شماره تلفنش هم میگم، دوستان شما هم زنگ بزنید، هر وقت بیکار بودید به اینا زنگ بزنید، بذاریدشون سر کار، بخندید ازشون. و اما این تاک، این خط خارج، این اسپیکر، بنویسید 224 203 2968. یه ترسو دیگه به احتمال 99% شاه اللهیه، به احتمال 99% مجاهده، چون کسی دیگه نداریم حماقتشون به این حد باشه. آقای زرابی حرف قشنگی زد، گو هر کی به یکی بگه مزدور، خودش مزدوره. و ما که بابا سالها میگیم تو رو به جدتون بیان برین، شما که این آخونده رو میشناسین باهاشون صحبت کنید، یه پولی برای ما بگیرین، 25% هم خودتون بردارین. اینم تلفنش. شباب بیداره، به این تلویزیون اون تلویزیون زنگ میزنه، بعدش هم لابد یه دوایی میکشه، تمام روز میخوابه. اینا تو سوراخ زندگی میکنه، یعنی فقط آقای رجبی نیست که رفته تو سوراخ. دیگه سلام هم به اینا نباید بکنی، اینا قابل سلام نیستن. من سوروی هستم از تلویزیون مردم، هر وقت شهامت پیدا کردی بیا زنگ بزن، مهمون برنامه ما باشون، مثل آدم صحبت کن. این آخرین باری که من دیگه به تو زنگ میزنم. بعد از این شماره 224 203 2968 رو بلاک میکنم. آخه بیچاره احمق، سال 2018 میلادی، قرن 21 توی پوفیوز نشستی به نفر که در آمریکا هست میگی مزدور شناسایی شدی،
خب حالا میخوای چه کار کنی؟ تو پیرمرد گوزو که را میری لابد خانوادت از بو گندت متنفر هستن، میخوای چه غلطی بکنی؟ تو که شهامت نداری اسم تو بگی، تو که شهامت نداری بگی طرفدار کدوم عقب افتاده هستی. خاک بر سر، 57 سال در دوران رضا شاه و پسرش این غلطا رو کردیم، مردم با تیپا انداختنتون بیرون، 40 سال آخوندا این بلا رو سرتون آوردن، دهنتون سرویس کردن، هنوز آدم نشدید. این پیام همچنان ادامه داره، بس دیگه نه، هر وقت شهامت پیدا کردی بیا جلو. نمیدونم حالا باید چه کار کنیم، یک رو فشار بدیم. تو رو میزنیم. خیلی ارجنتی. بای بای. بله. خیلی سفارشی ارجنت. خب اینم از این ماجرا. و اما قبل از برنامه من در برنامه کانون آوا که میدونید الان چند هفته است از جمعه ها به دوشنبه منتقل شده، به خاطر اینکه من جمعه ها نیستم تو واشنگتن اینها کار دارم، آقای قربان علی حسین نژاد صحبت کردن در 5 تا مورد و برنامه جالبی روی فیسبوک هم هست. این فیسبوک 1 درجه از یوتیوب هم جلوتر رفته، برای اینکه همون موقع که ما داریم برنامه اجرا میکنیم این دیگه به صورت بایگانی اونجا میمونه و تا زمانی که فیسبوک اجازه بده من ور نمیدارم ویدیوها رو. دوستان اگه میان کامنت مینویسین، هی نگید آقا چرا کامنت من سانسور شد، یکم یاد بگیرید. به این صورته فیسبوک وقتی که نفر اول میاد این چیزو مینویسه میذاره اینجا، نفر دوم که میاد اینو میذاره روی این. شما باید مثل دفتر لا به لای اینها ورق بزنید تا ببینید، یکم یاد بگیرید، ماوستون این ور اون ور ببرید و ببینید چه خواهد شد. خوشحالم که خانم شوبری هم اینجا هستن، آقای اکبری هم اینجا هستن، آقای قرطاس، قرطاس یعنی چی؟ قرطاسی هم اینجا هستن، آقای افشین عبداللهی هم اینجا هستن. تا افشین عبداللهی اینجاست اجازه بدید من درباره دعوت یا فراخانی که ایشون با ماجرای شیر و خورشید سرخ، اونم شیر و خورشید سرخ جدید نوین آغاز کرده، من یه چند تا سوال از ایشون بپرسم و شما هم اگه خواستید وبسایت ایشون رو بهتون نشون میدم. اینم یه تبلیغ مجانی برای همشهری ما. همین آقای افشین عبداللهی خداییش الان باید بیاد راجب آقای منصور اوسانلو بگه که آقا ایشون چجوری به این آقای منصور اوسانلو بال و پر داد، تو تلویزیون های مختلف بهش برنامه داد، همچین که آقای منصور اوسانلو دست راست و چپش رو شناخت و رابطه رو شناخت ول کرد رفت. خب کسی که اینجوریه خب وقت میتونه بگه من نماینده کارگران بودم، یعنی نشون میده همیشه فکر منافع خودشه. ولی متاسفانه این دوستان با خودشون تعارف دارن. آقای افشین عبداللهی یک جوونیه که به اصطلاح اصلا خجالت میکشه بیاد این چیزا رو بگه. ولی اگه تو نگی آقای عبداللهی، اگه من نگم، اگه ایکس نگه، ایگرگ نگه، خب مملکت میشه نگو 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 نگو. وقت عکس شما رو میندازن به عنوان مزدو، عکس زرابی رو میندازن به عنوان مزدو، عکس نمیدونم آریاس به باوند رو میزنن. چه جالب این جمهوری اسلامی داره با ماها بازی میکنه، میاد کامران قادری رو را میندازه، یه آدم میان سال بحران میان سالی گرفتار شده رو ور میداره از سوئد، از حقوق دولتی، از زن و بچه و نوه و دختر جدا میکنه، میبره به طرف ایران. یه مشتی از من خلتر و چلتر هم دورش را میفتن که آقا شما رهبر جدید شدی فلان شدی اینها. آقا میره اونجا اول باهاش خوب رفتار میکنن، بعد میبینیم گرفتنش، همه به هیجان میان آقا چیکارت کردن، بعد میاد توضیح میده آقا خیلی هم خوب بود، هیچ طوری نشد. تازه بعد میاد بیرون میره سفارت اسرائیل در یک کشور دیگه، بعد تازه تعریف جمهوری اسلامی رو میکنه که آقا این سفارت اسرائیل خیلی بده، صدر احمد به جمهوری اسلامی. هنوز این ماجرا تموم نشده، آقای آریاس به باوند. خیلی جالبه، من با اینا تو مصاحبه میکنم، اما اینجا آمریکایی‌ها میگن فیشی اسمه، یعنی بوی ماهی میاد. حالا نمیخوام ماهی خورا رو بگیم بده، ولی بوی ماهی دیدید که وقتی یه جایی رد بشید بوی ماهی میاد، بوی بدی. من بوی ماهی اینا رو میفهمم. مثلا به همین کامران قادری دیوانه میگم خب تو میخوای چیکار کنی؟ میگه هیچ چیزی، میخوام برم ایران آزاد کنم. گفتیم خب مبارک، برو آزاد کن.
به این آقای آریاش میگه آقا تو میگی من رهبر نمیدونم فلان، این حزب شما کیه چند نفر داره؟ بعد میبینیم 4 نفر آدم پیرمرد و معتاد و دراگی وای میسن، بعدم یه پرچم رو میندازن دور گردنشون میرن ایران. حالا جالبه که آقای آریاس وای میسه اونجا از نوریزاده و از دیگران بعد میگه که اینا از عربا پول گرفتن میخوان مملکت رو بفروشن. هلو، شما حالا فهمیدی؟ دوستان میگن آقا تو برنامه این انگشت نشون نده. خب دوتا نشون میدم که میگن سیلی دوتا، فوش دوتا، که خشنگ جا بیفت. در هر صورت اینم از این ماجرا. افشین عبداللهی رو پیدا کردم، انگار که این بنده خدا گم شده بود. خیلی خوشحال شدم که رفته با دوستان آلمانی توی صلیب سرخ آلمان به اصطلاح همکاری میکنه. به این میگن یک کار درست، آمدی از ایران مهاجرت کردی، آمدی بیرون، حالا میشینی فکر میکنی آقا با این کارایی که شما میکنی، با اون کارایی که دیگران کردن، امکان داره که شما بتونی با آخوندی که تمام دنیا پشت سرشونه مبارزه و مقابله کنی؟ پس گول خودت نزن. خب حالا میان اینجا ببینیم که ایشون گزارشات از تجمع فیلم شماره 4 از اعتصابات کامیون، میان دنبال اون چیزی که من میگردم اینه که اجرای برنامه برای ناشنوایان. آها اینو شما نگاه کنید دوستان، هم میهنان عزیز، به سازمان نوین شیر و خورشید سرخ ایران بپیوندید. این نوین یعنی چی؟ من اگه نگاه کنید، بذارید اینجا، چون با هر کی میخوام مصاحبه کنم قبلش بهشون میگم، اگر به اصطلاح نباشن بدونن که ما دربارشون صحبت میکنیم، بعد بیان جواب بدن اگه میخوان. من نوشتم که هدف این سازمان چیست، اینجا نوشتای من، اگر اساسنامه ای دارید لطفا ارسال کنید. چون شما میگید نوین، وقتی میگید نوین یعنی این جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران نیست، و درست هم هست، اون دیگه باطل شد، از بین رفت، هلال احمر آوردن. شما میگید من مسلمان نیستم. کامران خانلر میگه آی صبح چرا امروز همش به پای میرورده بند کردی؟ ما اگر جسممون پیره، دلمون جوون کاکو. نه شما خود تو جاز اونا نذار اصلا. خب آقای اکبری هم میگه آقا تقصیر خودمونه که ما اینها رو بزرگ میکنیم. منظورش به یک مش دیوانه مثل کامران قادری و آریاس به باوند و اینهاست. راست میگی آقای اکبری، تقصیر خود منم هست که وقتی یه دوستی میگه آقا با اینا چیز کن، مصاحبه کن، میرم مجانی اون بنده خدایی که سالهاست اینجا شناخته شده است، کتاب می‌نویسه، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، بهش میگیم پول بده برای برنامه‌ات، با این دیوونه‌های عوضی میریم مجانی صحبت میکنیم، معروفشون میکنیم. شما درست میگی آقای اکبری، دستا بالا. اوکی. بله، میگم آقا هدف این سازمان چیست، اگر اساسنامه‌ای دارید لطفا ارسال کنید، من فردا در این باره صحبت میکنم. چرا کلمه جدید، منظورم نوین، را در جلو سازمان قرار دادید؟ آیا این سازمان به ثبت رسیده؟ چه کسی مؤسس این سازمان است؟ و به نظر شما چرا دوستان باید به این سازمان بپیوندند؟ تلویزیون مردم آمریکا. آقای عبداللهی نوشته سوالات شما در تلویزیون مردم برای هممیهنان گرامی پاسخ داده خواهد شد. بسیار ممنونم. آخه من یه چیزی متوجه نمیشم، شما تو این آمریکا وقتی یه نفر میاد یک جنبش، یک موومنت، یک سازمانی باز میکنه، همون اساسنامه رو که مینویسه، اولا خودش گویای هدفشون هست که ما هدفمون کمک به بچه های بی بضاعته، بعد به مردم میگه حالا اگه شما میخوای عضو بشی مثلا ماهی 10 دلار بده یا سالی 100 دلار بده، ما از این 100 دلار 97 دلارش رو میفرستیم برای بچه. یعنی چی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران نوین؟ یعنی چی؟ کی مؤسسش است؟ شما اگه امروز اینو باز کردی، چرا مردم باید بیان عضو بشن؟ مگه تو ایران ما عضو جمعیت شیر و خورشید بودیم؟ جمعیت شیر و خورشید تا اونجایی که من یادمه یکی از کاراش اون اداره پرورشگاه ها بود، زایشگاه ها بود، برای بی سرپرستان کمک در مواقع ضروری بود، مثل الان توی مریلند باورتون میشه یه شهری اتفاق نزدیک آقای سعید کاووسیه،
آقا کابوسی اگه هستی بیا ببینی این چیه، 2 سال پیش همین سیل و همین بارون اومد، این میلیون ها دلار پول قرار شد درست کنن که آب وقتی میاد نره داونتاون. داونتاون مرکز شهره، معمولا جاهای قدیمی هم هست و اینا هم همون سیستم 100 سال پیش 150 سال پیش رو دارن، یه عده کلوز مایند هم نمیذارن اینا عوض بشه. شما حتی اگه خونه رو میخری میگه توشو میتونی عوض کنی، بیرونشو نمیتونی دست بزنی. خب همینجوری داشتن درستش میگردن، دیشب بارون اومده، اگه بتونم فیلماشو بهتون نشون میدم. خب آقا این که 2 سال پیش اینجا اتفاق افتاد، دوباره state of emergency نمیدونم، تازه الان آمریکا هست. خب بذار ببینیم که دوستان چی میگن اینجا. دوستان لطف کنید این برنامه ها رو روی فیسبوکتون با دیگران هم شیر کنید. من شوخی کردم با آقای عبداللهی و این عکس رو که حتما شماها هم دیدید، عکسی هست از شیر و خورشید. این بعد از اینکه دعوا بود شیر با خورشید باشه، شیر و خورشید با شمشیر باشه، شیر و خورشید با شمشیر حضرت علی باشه، شیر و خورشید با شمشیر صاف رومیان باشه، یه نفر سالها پیش اینو بهزاد برای من فرستاد و نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه دوستان ایرانی همیشه از ترسشون اسمشون رو پای کاریکاتورا یا چیزایی که میکشن و اینها، یعنی به خودشون اطمینان ندارن، نمیذارن یا میترسن، میگن آقا اگه چیزی گفتیم شاه اللهی و مجاهد و فلان اینا به اون توهین میکنن. دوستان این شیر و خورشید جدید، خورشید که افتاده رو زمین، این شمشیرم اینجا، سیگارش اینجاست، قلیونش هم اینجاست و میبینید این شیر خورشید. حالا اون شیر خورشیدی که آقای عبداللهی میگه یه توضیح بدن، یه ویدیو چند دقیقه‌ای درست کنن برای ما بفرستن، ما براتون پخش میکنیم. این هم از این ماجرای شیر و خورشید سرخ، آقای افشین عبداللهی و جنبش های مردمی. دوستان تو رو به هر کی دوست دارید برید این کتاب How to start grassroots movement، جنبش های مردمی پایه‌ای رو چجوری ما را بندازیم، چجوری درست کنیم. اتفاقا دیروز باز اون آقای هوشنگ رادخو که سالهاست من ایشون رو میشناسم و خیلی جالبه، خود آقای رادخو که یه زمانی قربون و صدقه شاهنشاه آریامه میرفته، حالا میاد انتقاد میکنه ولی نمیاد بگی من اشتباه کردم و تازه بازم به مردم میگه که چه کار کنید. میگم آقا شما به چه حقی به مردم میگید چه کار کنید وقتی که 2 نفر دنبال شما نیستن؟ من قولتون میدم اینایی که برنامه اینجوری دارن حتی همسرشون، بچه هاشون، داداششون باهاشون نیست، میگن آقا این خله ولشون. خب براش فرستادم که آقا نگاه کن این 8 مورد رو شما باید رعایت کنید. تا من دیروز این شیر خورشید و اینها وقتی رفتم لینک رو زدم، تایپ کردم و نوشتم، این پیدا شد، برای آقای عبداللهی فرستادم. دوستان این کار خوبیه، اگه یه وبسایتی رو میرید میبینید کار نمیکنه، اشکالی داره یا اون موقع طرف داره کار میکنه روش، این مسیج میاد اینجا نوشته اوپس that page cannot be found، یعنی این صفحه، اون صفحه پیدا نمیشه، این 404 هم که شماره ارور هست و اینها، لابد اینم اگه به حروف ابجد و ابجد و اینها بریم میشه یا امام حسین غریب، نمیدونم والله. در هر صورت براش فرستادم ولی دیدم که امروز صبح درستش کرده. اسم وبسایتش هم هست irannema.news.com. اینم از این ماجرا. آقای عبداللهی منتظر توضیحات شما هستیم و چرا مردم عادی باید بیان عضو سازمان شیر و خورشید سرخ ایران بشن، اونم نوینش. خب و اما من وقتی که درباره مطرب شدن آقای رضا پهلوی صحبت کردم و گفتم اگر شاه نشد بالاخره حرفه مورد علاقهشو پیدا کرده، هم مطربیه هم توی مجالس و اینها، دوست خوبمون آقای سعید از کالیفرنیا که همیشه مثل معلم من بوده، فکر کنم سعید سنش هم از من بالاتر باشه، نوشته که سوربی این کار خوبی نبود که شما نوشتی که رضا پهلوی مطرب شده، چون اینجا کلمه مطرب رو
به خاطر منفی بودنش استفاده کردی. گفتم دقیقا درسته، با وجود که توضیح دادم مطرب یعنی کسی که شادی و بزم و نمیدونم اینا میاره به خانواده ها و به اصطلاح مجالس، ولی بله من دقیقا به عنوان دونصفتی و توهین استفاده کردم، چون شما نمیتونی بگی آقا مگه خودت تار نمیزدی. تار زدن من با جاز زدن رضا پهلوی فرق میکنه، نمیدونم موسیقی شما با اون فرق میکنه، سعید کاووسی تنبک زدن و پرکاشن زدنش فرق میکنه با اون. عزیز من اون پابلیک فیگره، اون موقعی که شما اینجا تو پارکینگ برای $2 میرفتی تو اون هوای پارکینگ بعد بوی دود و بنزین ماشین پارک میکردی، این به گفته خود $62 میلیون پول نقد باد آورده، سال 18 سالگی 20 سالگی داشته، پول مردم رو خورده، در قبالش باید کار انجام بده، کارشو انجام نمیده، میره میشینه تنبک میزنه، میره میشینه جاز میزنه. این اشکاله، و الا بره بشینه از صبح تا شب جاز بزنه تا جونش دره. به من و شما چه؟ بیاین اینجا پیداش کردن Starting a grassroots organization. Grassroots organization فکر کنم با نزدیکترین چیزی که تو فارسی میشه چیز کرد، سازمان هایی هست که ریشه ای از پایین شروع میشه و مردمیه. آقای عبداللهی هم میگه سپاسگزارم از مهر شما. منم از شما ممنونم که هم طاقت انتقاد داری هم بعدم جواب میدی. اتفاقا یه جایی که همون احمقا اسم این و اسم دیگران رو گذاشته بودن مزدور، براش فیلمو فرستادم، گفت شما چی فکر میکنی؟ من گفتم که من میدونم که اینایی که احمقن به اینو میگن مزدور. گفت نه، من منظورم راجع به اون عکس شیر و خورشیدیه که فرستادی. گفتم که من نمیدونم اصلا این شیر و خورشید که شما شروع کردید چیه، و یه دفعه هر کسی از هر جایی میاد یه سازمانی راه بنداز، مثل که من اینجا نشستم راه بندازم سازمان آموزش پرورش نوین ایران، هر کی میخواد معلم بشه تو ایران بیاد به ما بپیونده. اقلا من دارم میگم هر کی میخواد معلم بشه، شما چی میگی؟ هر کی میخواد امدادگر بشه به شما بپیونده؟ خب وقت شما چی کار میکنی؟ در هر صورت توضیح بده عزیزم. Starting a grassroots organization to build successful grassroots advocacy movement, grassroots minded organization should focus on these 8 key steps for successful grassroots advocate campaign. Get smart goals. خیلی جالبه ها. این میگه حتی هدفت رو برو هدفهای هوشمندانه انتخاب کن، الکی چیزای بزرگ نگو. create the strategy. این استراتژی به ایرانی چی میشه؟ برنامه، پلان. میگه اونو درست کن. بعد میگه که clearly communicate، میگه با مردم خیلی شفاف گفت و شنود داشته باش، ارتباط برقرار کن. use new media، میگه از وسایل جدید رسانه استفاده کن. و حالا get fundraising، پول جمع کن برای این کاری که میخوای انجام بدی. build coalition، این coalition مثل که با هم همکاری و ائتلاف و اینها رو میگن. و organize communities، همون کاری که این اوباما کرد. اوباما دیگران مسخرش میکردن، میگفتن برو آقا تو کامیونیتی ارگانایز میکردی، کی میتونی رئیس جمهور بشی؟ ولی چون تجربه ارگانایز کامیونیتی داشت، جوامع کوچولو رو تشکیلاتشون رو درست کرده بود، تونست به اونجا برسه. و میگه engage policy makers. policy maker اینایی هستن که از قانون خبر دارن، اینایی هستن که میدونن کجا به کجاست. میگه اینها رو بیار درگیر کن با این سازمان، بیا بهش بگو آقا من میخوام این کارو بکنم، چه کار کنم؟ همین شما این سازمانی که درست کردی به چند نفر اول درفتشو نشون دادی؟ پیشنویس، شیرازی ها میگن چرک نویس، چرک نویسشو نشون دادی که من میخوام اسم اینو بذارم سازمان نوین شیر و خورشید، تا یکی بگه آقا نوین برای چی؟ اگه شما امیدت به اینه که آخوندا برن، هلال احمر از بین بره تو ایران، بشه شیر خورشید، دوباره همون شیر خورشیده. 40 سال وقفه ایجاد شده، دوباره همون شیر خورشید. ولی اون پیدایش شیر خورشید، اون فلسفه شیر خورشید، اون رنگ قرمز بودنش، اینا گره دلیلاش بیا برای چی بوده. بعد مردم
تو اون سازمان قدیم شیر و خورشید چقدر فعالیت میکردن که حالا تو سازمان نوین شیر و خورشید با شما همراه بشن و همگام بشن. اگر فرصتی فراهم شود پاسخگوی سال جناب مهران نظری بگم بله حتما، یا روز چهارشنبه یا اگه لطف کنی امروز و فردا یه ویدیوی چند دقیقه بفرستی روز چهارشنبه، من تو برنامه میگم اینم پاسخ آقای عبداللهی و به اصطلاح جوابای شما رو پخش میکنیم. اینم از این. بازم ممنونم ازت که هم بیننده ما هستی هم حاضر هستی که جوابگو باش. خب و اما تلویزیون دیدگاه که شده ریدگاه رو براتون گفتم. شماره تلفن ما هست اینجا 202-695-2573. این تلفنی هست که هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید تکست بفرستید، هم اگه من اینجا باشم جواب میدم، هم میتونید اگر شما هم مثل اون دیوانه احمق هستین شماره تلفنشو باز بهتون میگم زنگ بزنید، اینا رو سر کار بذارید بخندید. 224-203-2968. این 224 ایریا کد کجاست؟ ایریا کد 224 معمولا کالیفرنیا این آشغال کله ها رو داره. بله 224 الینویز. آقای چمن آرا ایشون همسایه شماست. 224 ایریا کد مپ تایم زون و الی آخر. الینویز همون شیکاگو و الینویز و اینها هست. خب ببینیم که دیگه آها از این جنبشا این آقای نوری علا عقب افتاده که اگه آخوند شده بود الان وضعش خیلی بهتر بود، با این همسرش که اینا حتی خجالت میکشن بگن همسر هستن، خانم شکوه میرزادگی، هر دو روزی یه سازمان را میندازن. بلند میشه میاد میره اینجا، میره خونه خانم آقای سینا دبستانی، آقای رضا پلوی رو دعوت میکنن، میخوان جنبش را بندازن. بلند میشه برنامه میذاره این کشور اون کشور سکولار نمیدونم فلان، همش هم اسمای دهن پر کن، نفس نمیتونن بکشن، همه مریضن، شب تا اینقدر قرص نخورن نمیتونن دو ساعت بخوابن، صبح تا اینقدر قرص نخورن نمیتونن بلند شن، حالا بعضی وقتا برای بلند شدن چیزای دیگه هم باید قرص بخورن. بمانن آقای اسماعیل نوری علا حالا دیگه اومده یه چیزی درست کرده به نام چالش جدید. گفتم والا این بیشتر به مالش جدید میبره. آمده با آقای همایون نشستن صحبت میکنن و چه فاجعه ای رو اینا تازه کشف کردن که اگر تازه آقای رضا پهلوی مطرب بودن رو بذاره کنار و بره شاه بشه، خب بعدش چی؟ این تا سرشو بذاره زمین دختر داره، دخترم که نباید شاه بشه، تازه اگه بخواد دخترم ملکه بشه اینا فارسی بلد نیستن. ولی رضا پهلوی از اون ور یک جواب به اصطلاح یک تو دهنی محکمی به اینا زده و آمده چی میگن مهستان، بله مهستان درست کرده. خب خیلی هم خوب مهستان، این باید خلستان درست کنه، افراد خل و چل. ببینید دوستان من براتون اینجا نشون بدم، این select area، برید خاطرات و بیوگرافی زندگی همین آقای نوری علا رو بخونید. این اولش مذهبی بوده، یه مدت اصلا میخواسته آخوند بشه، بعد رفته تو کار سینما و اینها، بعد این حالا نمیدونم اینم بوده یا نه، ولی اون آقای خانم شکوه میرزادگی کسیه که با خسرو گل سرخی و اینها اون برنامه دزدیدن ولیعهد و چنین و چنان، بعد شایع است که این خانم اونای دیگر رو لو داده، امروز اینجا داره آزاد میچرخه به فکر سد سیونده، به فکر درخت خرمای آبادانه و الی آخر. اسماعیل نوری علا هم به این چالش پیوست، اگر رضا پهلوی شاه شود آخرین پادشاه موروثی ایران خواهد بود، چون دختران او فارسی بلد نیستند. چالش زبان فارسی دختران رضا ناپهلوی. این عکس رو من نمیدونم کی درست کرده ولی رو فیسبوک میچرخه. این شماره دو بود، بذارید اون یکی دیگر رو بهتون نشون بدم که رضا پهلوی چنان تو دهنی به اینها زده که شما اصلا نگران نباشید، ایشون هیئت دولتش رو و کابینه‌اش رو هم تشکیل داده و
و ببینید ماشاءالله چه ابهتی این کابینش، خودش و ننش، زنش و بچهاش. بعدم اینجوری فیگور گرفته دستش هم داده عقب و پاشو دقت کنید، پاشو گذاشته اینجای میز که یک کمی فشار بیاد. این اون وقتا کسایی که یکم بادی بیلدر کار میکردن میمدن هی زور میزدن که این زیر بغلشون مایچه ها بزنه بیرون. نگاه کنید کابینه آقای رضا پهلوی تقدیمی از مریلند واشنگتن، یا مریلند نزدیک واشنگتن. من این ویکند نصف بیشتر کتاب آقای انصاری رو خوندم و ببینید 4 سال این آقایی که 62 میلیون پول داشته ماهی 150 هزار دلار هم از CIA میگرفته. حالا اون آقای منوچهر گنجی هم 130-150 هزار دلار میگرفته بمانه، ولی این نادان تنبل به آشپزش میگفته تو خوراک خودت رو نهار باید یه ساندویجی، نون پنیری، چیزی از خونه بیاری. که آقای انصاری و اون اویسی بهش میگن آقا خب این خجالت آوره. شاید هم بهش گفته باشن خب آقا اگه این از این خوراک نخوره خدا میدونه ممکنه توش توف بندازه، جیش بکنه، بذار اقلا بخوره خودش، بیچاره احمق، حالا یه لقمه هم این بخوره. در صورت دوستان شما ببینید اگر امیدتون به اینها هست، گفت برو فکر نون کن که خربزه آبه، یا اگر به انتظار رضا بیدل نشستی برو کاری بکن که ول نشستی. ما روی فیسبوک آمدیم و یک ویدیویی که از این ترامپ شالاتان لو لایف هست گذاشتیم. خیلی جا دوستان آمدن میگن اونایی که اونجا بودن همه پس فطرتن. خب خانم آقای ترامپ و دخترش هم اونجا بوده، و این آقای اسنوپ داگ، این کسی که هم معتاده هم خودش میگه پمپ، خودش میگه جاکش و مواد مخدر، که اصلا این شب و روز داره دود میکشه، که تازه حالا خودش وقتی بچه دار شده، بچهش پسره و بزرگ شده، میگه حالا من نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم چون من چه رول مدلی هستم، چه نمونه هستم برای پسرم. حالا این آقا اومده برنامه گذاشته، بعد این دوست ما میگه اینا همه زبان فارسی یاد میگیرن. آره خیلی خوب میشه، شما فکرش بکن یه شاهی میاد توی مملکتی، تازه باید بچه‌هاشو بفرسته برن کلاس فارسی. اینجا بهتون گفتم اسپانیشه میاد 2 روز برای ما کار میکنه فارسی یاد میگیره، میره خونه بغلی چینیز یاد میگیره، میره خونه اونوری کره‌ای یاد میگیره. این خانواده همش فکر قر و فر و مهمونی و اینها بودن، یه زبان نرفتن یاد بگیرن، اونم زبان فارسی. شنبه تا شنبه صبح بلند شن برن مدرسه ایرانی ها 2 کلاس یاد بگیرن. خب خانم به یه جیلانی یه کمی لیبراله، میگه فارسی یاد میگیرن. راست میگه، اصلا مشکل ما که این نیست که اینا حرف بزنن، ما یه اولولکی میخوان، یه مترسکی میخوان که بره بشین اونجا. نقش مترسک هم که اینا به خوبی میتونن اجرا کنن. اینم از ممنونم، شما درست میکنم. خب خانم شما نظرتون درباره مهستان و اینکه اگر رضا شاه بشه بچه هاش فارسی بلد نیستن چیه؟ بریم باز پایین تر من این ویدیوی ترامپ لو لایف شالاتان رو بهتون نشون بدم، امیدوارم انگلیسی متوجه بشین و ببینین این اسنوپی داگ به ترامپ چی میگه. و اون دختر بی حیاش که نشسته اینجا، این به ترامپ میگه که من دلم میخواد با زن سابقت فلان کنم، که میشه مادر اون، اونم قه قه میخنده. اینا اصلا غیرت ندارن و من تعجب میکنم شماها چی دیدین توی این شیاد، توی این شارلاتان. خب به ما هم بگید دیگه، به ما هم نشون بدید. بذارید من این براتون صفحهشو درست کنم. بله یک لحظه صبر کنید، صبر کنید، الان میام خدمتتون. این از این select area، اینجا این روی فیسبوک هست، میتونید برید ببینید. کامرای 2 صداشو یکم زیاد کنم. این یه برنامه بود فکر کنم یا HBO، نه HBO نه، Comedy Central اسم یه کانالی هست که روی کیبله و تو این کانالا اینا چون هر کسی میره پول میده خودش اون کانالو میگیره و روی هوا پخش نمیشه، میگن که
پس ما محدودیتی نداریم، به همین خاطر هر کلمه ای که توش میخوان میتونن بگن، اون 7 کلمه ای که ممنوعه اینا میتونن بگن. با هم ببینید و بشنوید. It's time to talk about the real player, Don Juan, Donald Trump, the Donald. Now, for me to you, Donald, I wish I had half of your money. But for that, you need a 20-year-old's pussy and a divorce lawyer. Now, I may not have half his paper, but I got twice the dick, and you can believe that. But on the real, though, I love to fuck one of Trump's ex-wives, just to know what it's like to come into money. Donald said he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. But on the real though, Donald, you know I got love for you, man, on some real shit, and I ain't playing. From one pimp to another, much respect. Keep banking that Skrilla. And after the show, come by my dressing room. I got a couple 19-year-olds in there, some sticky icky icky, and I get you so high that you'll fire yourself and put my name on the motherfucking towel. I'm out. بفرمایید. اون خانمی که میگه اینایی که اونجا نشستن یه مش پس فطرتن، دو تا از اینایی که اونجا نشستن ترامپ هست و خانم ایوانکا، این دو تا پس فطرت. این میگه از یک پمپ جاکش به یک جاکش دیگه، منظورش خودشه به ترامپ. خانم شما از خودت سوال کن، این ترامپ چه موجود پس فطرتی که اینجا نشسته و میخنده؟ اصلا یه آدم دیوونه ایه. پریروز داشت تو رادیو میگفت این 3000 خورده دروغ گفته، ولی میگفت ما فکر میکنیم این مغزش معیوب شده، این نمیفهمه دروغ میگه، این فکر میکنه که داره درست میگه. اون وقت دوستای ما جمع میشن با رهبرشون حمزه پور و حخا، میخوان برن. آقای کنت تیمرمن هم میگه میخوام برم براشون صحبت کنم. میگم آقا میخوای بری چی بگی؟ میگه من هر کی ازم دعوت کنه میرم صحبت میکنم، فقط برای مجاهدین نمیرم صحبت کنم. اینم از این ماجرا. خب اینجا مسخرهش میکنه، میگه شنیدم میخوای رئیس جمهور بشی و بری این خانواده سیاه رو از کاخ سفید بندازی بیرون. هیچ مهم نیست، چون تو قبلا هم این کار رو انجام دادی. میدونید که ترامپ و پدرش مناطقی که سیاه پوست نشین بودن خونه های ارزون دیگه، میرن خونه های ارزون رو میخرن، خیلی وقتا بهشون قول میدن که ما اینجا خونه های خوب میسازیم و به شما اجاره مناسب. اون بدبخت هم خونه رو میفروشن، میرن یکی دو سال خونه خواهرشون برادرشون اینها، بعد که اینجا ساخته میشه میان میگن ما میخوان. میگه برو آقا، اصلا راهتون نمیدیم. شما اگه بخواید پول اضافی هم بدیم ما شما راه نمیدیم، چون وجود شما تو این ساختمون ها باعث افت مارکت این ساختمون هاست. بهش میگه این اولین باری نیست که تو سیاه ها رو از خونه هاشون بیرون میندازی. خب خانم اگه این دروغ بود که این میگه که من هم چیکار نکردم، دخترش هم اینجوری نمیخندید. اینا این کارا رو کردن، بعد شما میگید اونا مهم نیست، برای ما مهم اینه که، مهم اینه که چی؟ شما نشستی که این بره آخونده رو بندازه بیرون؟ حالا مگر که دیوانه باشید که بره آخونده رو بندازه بیرون، یه حکومت درستی بیاره که حکومت درستو بگه آقا این نفت مال ما هست، بشکه 200 دلار. ولی حالا آخوند باید قاچاقی بره تو دریا و این ور اون ور نفت رو بفروشه، نمیدونم بشکه 60-70 دلار، شاید هم تازه 70 دلار که میگن دروغه، شاید هم کمتر. درباره نفت و اسرائیل و ایران و اینا خب هممون اینو میدونستیم، ولی این کتاب آقای انصاری حالا بهتون نشون میدن، برید بخونید ماجرای این که چرا اسرائیل در افتاد با شاه از زمان انور سادات. برید ببینید که انور سادات زنگ میزنه به عربستان سعودی میگه بنزین به ما بدید، میگه برو آقا دنبال کاره. به اون کشور عربی دیگه میگه حالا بذار دو هفته دیگه جلسه هست صحبت میکنین. به شاه بی سواد و علکی زنگ میزنه، کشتی که داشته میرفته برای یه جای دیگه میگه بچرخیم بریم بدیم به این که بره به اسرائیل بجنگه، مصر بره به اسرائیل بجنگه. خب نتیجهش چی میشه؟ اسرائیل هم میاد چنان گوش شاه رو میگیره
میندازدش بیرون، اول با اون جشنای 2500 ساله و شما 2500 سال سابقه دارید، نشون میده که ما 5000 سال سابقه داریم کلیمیا، شما 2500 سال که دروغ محض، 7000 سال 10000 سال این حکومت ایران برمیگرده عقب، یا وجود ایران پرژیا، ایران هم که با دستگل باباش بود که اونم یک خرابکاری دیگه کرد. بله، روی آبهای بین المللی میفروشند 25 دلار. خب آفتاب آمد دلیل آفتاب، شاهدم از فیسبوک. خانم دکتر بهیه جیلانی میگه آخوندا دارن روی آبهای بین المللی نفت رو میفروشن بشکه 25 دلار. کدوم احمقی فکر میکنه که ترامپ میاد بره انقلاب کنه، اینا رو بندازه بیرون، شما رو ببره بشونه اونجا، بیاد نفت رو از شما بخره 250 دلار؟ خب بیاین بگید دیگه، ما ببینیم تو مغزتون چیه، شما فرستادیمتون آزمایشگاه، نمیدونم برای مغز و اینا آزمایش چی میکنن، ببینیم چیه. اون وقتا ما گفتم کله مغز خر خوردی، من نمیدونم، حتما ساندویج مغز خرم هست. و اما این آقای نوری علا با جنبش جدیدش، ناصر ملک مطیع درگذشت، مراسم تشییع و دزدیده شدن مجسمه. ناصر ملک مطیع 40 ساله که کارای سینمایی اینا انجام نداد، 30 سال قبلش کارای سینمایی انجام میده، یعنی چقدر؟ 70 سال. از چند سالگی شروع کرده؟ شما بگو 18 سالگی، یعنی ایشون 88 سالش بوده. حالا ما ایرانی ها اوریج سنمون، میانگین سنمون چقدره؟ حالا این بند خدا دوباره مرد، ما مرد خورا و مرد پرستا، یه بت جدید برامون اومد، ناصر ملک مطیع اسطوره. خود منم اینجا نوشتم، چون یک نوشته بوده من فقط چیز کردم، ریپوست کردم به قول معروف، گذاشتم اینجا. این اوستا تهرانی هم چقدر برای ما دست میزنه. آقا خانم دست نزنید، این تاج اصفهانی، اون به اصطلاح موزیسین ایرانی، موسیقیدان ایرانی، یه دفعه وقتی براش دست میزنن میگه برای من دست نزنید، جیبای من پر از کفه، کف زدن جیبشو در میاره، هیچی پول توش نبوده. آقا حمایت کنید. من میگم آقا دوستانی که ماهیانه حمایت میکنن خودشون رو مقید کنن، آقا 15 هم به 15 هم من 50 دلار 20 دلار 30 دلار میفرستم، آقا چه وضعی ماه، هر ماه بیاین بگیم. البته خب خودمون رو بستا راضی میکنیم، قانع میکنیم که تا نگریت تف کی نوشد لبن، یا آمریکایی‌ها میگن که چرخی که قیش قیش نکنه بهش روغن نمیزنه، ولی ما مردیم از بس قیش قیش کردیم. یه روز دیگه میبینیم میگیم آقا چی میگن، برای کسی بمیر که برات تب کنه، شما نمیخواید، خب ما هم نمیخوام، میریم دنبال کار. بله اینم ایشون نوشته، ممنون و متشکرم. اوکی بیایم اینجا ببینیم که براتون چی گذاشتم. ناصر ملک مطیع دوستان، ببینید که چه تشییع جنازه‌ای، و بعد از تشییع جنازه رفتن منزل دخترش و اینو خبرنامه گویا نوشته. اجازه بدید من براتون تصویر اینو درست کنم، از اینجا با هم بخونیم. کامرای دو. بله، آبروریزی در حاشیه مراسم تشییع ناصر ملک مطیع. اشکان خطیبی و آناهیتا درگاهی در صفحه اینستاگرامشون استوری منتشر کردن. اینم فارسی نوشتن دوستانی که تو کار مدیا هست، استوری منتشر کردن که در آن خبر از به سرقت رفتن تندیس جایزه سپاس ناصر ملک مطیع در همین روزهای عزادار بودن از خانه دختر آن مرحوم دارد. ناصر ملک مطیع در سال 1349 و 1350 برنده تندیس سپاس برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. اینم به کانال خبر گویا خوش آمدید و اینها و اینها، و این اون جایزه است، اون سال گرفته دستش، حالا امسال دزدیدنش. و اما سلفی گرفتن، دوستان نگاه کنید، طرف میاد به جایی که به این مرده احترام بذارن، به خانوادش احترام بذارن، از خودشون سلفی میگیرن. سلفی یعنی دوربینو میگیره، خودشو اون سابجکت یا اون موضوع پشت سرش باشه ببینه. شما نگاه کنید
این ملت. حالا دوستمون افشین میخواد برای اون شیر خورشید را بندازه، انگار که فقط مشکل ما شیر خورشیده، اونم شیر خورشید نوین. چشم آقا بفهم، این ملت خمینی رو که چنان انداختن که لنگ و پاچش بیچاره معلوم شد روزی که مرده بود. حالا اینجا مراسم ختم رو ببینید، طرف میان با احترام میذارن روی میزی، دورشم از این چیزایی که تو بانک هم هست که میگن شما تو این صف برو، چهار تا از این که نوار ریبون تنابه میذارن با چهار تا پای کوچولو، مردم ساکت میان ادای احترام میکنن و میرن. خب آقا، آقای عبداللهی، اگه شما آقای منصور عثمانی رو نگی، من نقلی اشکالا نگم، اینا کی میخواد رفع بشه؟ هیچ وقت. اون کسی که این مراسم رو برگزار کرده، اگه 10 نفر رو استخدام کرده بود مثل آدم وایسن کنار جاده کنار چیز، این قشنگ بیاد به مردمونم احترام نمیذاری. والا اینجا معروفه، میگن وقتی مردی تو چراغ قرمز هم میتونی بری. نگاه کنید دفعه دیگه که این ماشین نشکشی داره میاد میره، نگاه کنید اینا تو چراغ قرمز وای نمیسن، زنگ میزنن، دو تا پلیس میاد، 250 دلار 300 دلار میگیره، یک ساعت اینا رو از مردشون خونه تا قبرسون میبره. زودتر میان چهارراه رو میبندن، ماشین مرده ها با احترام تو چراغ قرمز هم وای نمیسن میرن. حالا اینم مرده آقای ناصر ملک مطیعی. آقای بهروز وثوقی هم یک پیام فرستاده که ببینو بشنو که من 40 سال اینجا هستم، من اینجا منتظرم، ناصر ملک مطیعی هم اونجا، مطیعی هم اونجا منتظر. و اما آقای فرخ سپهرار میگه دختر من میتونه هم فارسی بخونه هم بنویسه وقتی که 2 تا 3 سالش بود. بله، ما هم بچه همونو اینجا فرستادیم کلاس فارسی، گفتیم اقلا بدونن. اینا دیگه چون میدونستن امیدی به بازگشت ندارن، این خانم فرح پهلوی عرضه نداشت یک کتابی بچه ها رو 2 کلمه فارسی یادشون بده، که حالا فعال سیاسی پزرتی ما، پیزوری ما، آقای دکتر اسماعیل نوری حلا نگران اینی که وای اگه این شاه شد بچه هاش فارسی بلد نیستن. نگران نباش آقا، نه این شاه میشه نه کسی احتیاج به اونا داره. فرخ جان پیام اون روز تو گرفتم، من نمیدونم، شما که اینقدر دیگه سیستم ما رو خوب میشناسی، پیام نذار بگو به من زنگ بزن من میخوام درباره یه چیزی باهات صحبت کنم. پیامی که میذاری بگو که درباره این میخوام، اصلا دیگه لازم نیست درباره این صحبت کنی. صبح امروز داشتم از یه جایی میرفتم، یه ماشینی از رودخونه از بالای جاده افتاد تو رودخونه، ما پخشش میکنیم، اگه دیدیم با برنامه اون میخونه. شما البته سوال کردی که به من زنگ بزن من میخوام ازت بپرسم سیمرغ آزاد. آقا از این سیمرغ 60 مرغ 1000 مرغ انقدر آمدند و رفتن، خودت را اسیر اینا نکن. شما میخوای ایران آزاد کنی فرخ جان، بلند شو برو ایران، بلند شو برو ایران، چون کسی که نیست که دنبالش بری، چون تا امروز بعد از 40 سال نه رجبی رو قبول داری، نه رضا پهلوی رو قبول داری، نه تیمسار روحانی رو قبول داری، نه سربی اومده جنبش را بندازه که قبولش داشته باشی، نه حخا رو قبول داشتی که نشون دادی احمق نیستی، نه حمزه پور رو قبول داری. خب دیگه کسی نمونده، یا خودت برو یا آقا ولش کن، قیدشو بزن. آقا من دلم میخواد که مثلا روز روز داشته باشم، یا میرم یه کونهیشو میخرم هر روز اذیتم میکنه، یا میشینم پول جمع میکنم تا بخرم، یا میگم آقا به بودجه من نمیخوره، من که بابام شاه نبوده، من که 62 میلیون دزدی نکردم، نمیخوام، قیدشو میزنم، خودمو دیگه اذیت نمیکنم، حسرت به دل روج روج نمیمونم. حالا البته منم نمیدونم، این آقای فرهاد پارسی به من میگه شما بیا، نمیدونم سوئیس بود نروژ بود کجا بود، نمیدونم، اینم میخواست سر ما رو زیر آب کنه، بیا اینجا با لامبورگینی. اصلا لامبورگینی منو ورد، گفتم آقا من اینا رو بلد نیستم، من اومدم آمریکا شبلت و فورد و اینا میرونم، اتوماتیک خیلی هم خوشحال. جناب سوربی، ما دلمون به چند تا مرد مثل شما خوش است. نه عزیز من، دلتو بی خود خوش کردی به من. برای این آقای عبداللهی نوشتم آقا اسم 5 نفر رو بنویس که اینا رو قبول داری. شما بنویسید دوستان، اسم 5 نفر رو بنویسید که اینا رو قبول داری.
حتی تو تلویزیون ها، تو ارتشی ها، توی رهبران سیاسی، توی رهبران نمیدونم فعالیت های اجتماعی، فعالیت های حقوق بشر. اولا همه قاطی هستیم. اتفاقا دیدم آقای زهرابی تو ویدیوش داره زور میزنه به دیگران ثابت کنه که بله من یک سرباز وطنم، و جالب اینه که برنامهش که تموم شده نوشته که من فکر کردم دیدم نه خیر من سرباز وطن نیستم. باریکلا رضا زهرابی یا کوروش زهرابی از این لحاظ کارش درسته. و من بهش گفتم آقا خود چیز این افشین فروتن و این مرد که اومده هر دو ثانیه هی به این زهرابی میگه صدای من پخش میشه، از بس عقده اینی داره که صدای خودشو بشنه. اونم میگه آقا خب حرف بزن صدات پخش میشه. میگه نه من میخوام اگه اینجا هستم بیخوده نباشم، صدام پخش بشه. آقا عرعرت پخش میشه، جون بکن، اینا باید مهمون من باشن تا گوششونو بگیرم بگم آقا یا زر بزن یا برو بیرون. خب آرزو بر جوانان عیب نیست. تیمسار روحانی، میدونید که میگن روح و روان یکیه، روح مساوی روان، پس تیمسار روحانی رو شما میتونی بنویسید تیمسار روانی. آقای حسن روحانی رو شما میتونی بگی حسن روانی. جالب اینه خوشنودی برای من نوشته بود که این حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچین از اطلاعاتی بودن آقای پمپئو که الان وزیر امور خارجه است صحبت میکنه که آقا به این نمیشه اطمینان کرد، این تو سازمان اطلاعات آمریکا بوده که انگار خودش نبوده. خود این آقا 20 و چند سال تو سازمان اطلاعات و اون ماجرای چیز اتمی و فلان اینها بوده، چیزی که از ما ملت نمیخونیم، نه تحقیق میکنیم، نه دیگران رو باور داریم. آقا خانمه اومده بعد از 32 سال که تو سازمان بوده صحبت میکنه، آقای ترشیزی میگه شما اینو قبول داری؟ گفتم خب آقا پس بگو مثل ماجرای اسلام و این حکم اسلام من شما باید بریم بند رد کنیم ببینیم این ماجرای آقای رجوی گیر میکنه بهش یا رد میشه. میدونی تو اسلام میگه باید بند رد کنی. نمیدونم والا. اکبری نمیری از بس میخندی، همچین خندیده که عشق از چشماش میاد. خب اینم از این. ناصر ملک متعی درگذشت، مراسم تشییع و دزدی شدن مجسمه. و اما کتاب پتیک، دوستان دیدید بعضی وقتا یه قولی میدین، هم موقعی که قول میدین تصادفاً یه برنامه‌ای یکی پس از دیگری پیش میاد که این شما بد قول میشین. ما اون روز گفتیم این کتابایی که آقای لادن زحمت کشیده به بیننده‌های تلویزیون هدیه کرده، ما یه دونه‌شو به عنوان اپریشیشن، قدردانی میخوایم برای آقای پتیک بفرستیم، برای دوست دیگه‌مون هوشنگ بفرستیم و اینها. و آقای انصاری اومد اینجا راجع به برنامه و کتابش و اینا صحبت کرد، گفتم ای من یکی از این کتابای شما رو برای پتیک بفرستم. گفت نه اجازه بده من اونو بفرستم، چون اینشون به منم حمایت کرده و به اصطلاح برنامه‌ام اینا رو منم میخوام قدردانی کنم. منم پیش خودم گفتم خب این الان تا رفت خونه میزنه آمازون، کتاب فردا میرسه دست پتیک یا پس فردا، و این تا اینو بخونه من اینو پست میکنم. اون که رفته این اینجا میگن assumption، assumption کردن یعنی شما فکر میکنی، تصور میکنی که یه همچین اتفاقی میفته. و آقای انصاری من براش پریروز نوشتم که آها، پریروز وقتی این کتاب انصاری رو خوندم برای پتیک نوشتم آقا این کتاب به دستت رسید، اگه رسید بخون، کتاب جالبیه. با وجود که من کتاب من و رضا، من و خاندان پهلوی اینا رو خونده بودم، ولی تو این کتابه یه چیزایی گفته، مثلا آقای انصاری تا حالا راجع به این که مأمور صحبت از طرف رفسنجانی و اینا بوده نگفته. رفسنجانی که مرده، حالا میگه اینا قابل به اصطلاح چی میگن توجه. بعد پتیک گفت که نه آقا، نه اون کتاب به دستم رسید، نه اون کتابی که شما قول دادی، یکی زد و واقعا هم خورد به کله. گفتم آقا دلیلش براش نوشتم، گفتم یکی از دوستان ما توی بیمارستانه و من مجبورم یه مقداری هم کارو رو انجام بدم و اینها. و چشم آقا، امروز دو تا کتاب برات بسته‌بندی کردم، یکیش کتاب آقای امیر حسین لادن، یکیش کتاب آقای پارسا بناب. دوستان خیلی ها به آقای دکتر یونس پارسا بناب به اشتباهی میگن یونس پارسا بناب، بناب خود ایشون گفت نه آقا من اهل بناب هستم،
یونس پارسا بنا. من این کتاب رو امروز که تعطیل بود فردا برای شما پست میکنم و این ماجرای شرمنده و اینها هم کمتر بگیم بهتره. از ایشون عذرخواهی کردم، گفتم شما ما رو ببر. کتاب پتیک. یه جایی این برای من یه چیزی نوشت، گفت که باید به اینا گفت کرخه. گفتم که البته بعد خودش نوشته بود که حیف کرخه که به اینا بگیم. گفتم باید به اینا بگی جانور. بعد گفت یادت باشه یه دفعه به من گفتی من نمیدونم این پتیک چه جانوریه. گفتم آقا من 62 سال زندگی کردم، تو این 62 سال هیچ کس به اندازه تو مچ من رو در گفته هام نگرفته. و آقا این آمریکایی‌ها میگن I give up، یعنی بریدم و به قول معروف دستا بالا. بهش گفتم ببین این وقتی میگیم جانور مثل جدول مندلیوف هست که یک چیزایی هستن، چی به اینا میگن؟ ایتمای شناخته نشده و محصول یه چیزای شناخته نشده، یعنی جدولایی که این جدولا بعد از یه مدتی میگن ای فلانی یکی از این شماره ها رو پیدا کرده و این مواده این فلان. گفتم این جانوری هم که من استفاده میکنم یه رنج خیلی گسترده‌ای داره، از جانور بد شروع میشه تا جانور خوب. حالا امیدوارم من و تو پتیک جزو جانوران خوب باشیم، چون حیوان هم جانوره، انسان هم جانوره، جانداره. ولی بعضی ها هستن یه جانور پلیدی هستن که شما نمیدونی چی به اونا بگی و اسمشون چی هست. ساعت 3:13 است. اجازه بدیم بریم این آگهی ها رو ببینیم و برگردیم و از آقای خسرو بهرامی هم بیخبر هستیم و این یکی از آگهی ها هست که از والنتاین موتورز اینک به شما تقدیم میشه. خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما. تماس از شما خدمت از والنتاینز موتور. شماره تلفنشون هست 301-735-7553. من فکر کردم که آگهی این برنامه به اصطلاح محلی رو که خانم شوبری و همسرشون میخوان واگذار کنن نشون ندم تا زمانی که ایشون یک پیام 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای با صدای خودشون ارسال کنن و بگن. جالب اینه یه نفر به من با تلفن دستین که معمولا این شماره تلفن رو من سالهاست دیگه به کسی ندادم، از بعد از اینکه اون تلفن طرف ساعت 2 صبح اینجا زنگ میزد، بعد میگه آقای سوربی میدونم که اونجا 2 صبحه. خب اگه میدونی مرد حسابی زن حسابی چرا زنگ میزنی؟ ما گفتیم آقا توبه، رفتیم اون تلفن رو داریم، این تلفنی که گرفتیم گفتیم بابا این تلفن رو به عنوان همون پدیده‌ای که ساختنش برای امرجنسی استفاده کنیم، چون هنوز ما چند تا تلفن دیگه داریم که ازش استفاده میکنیم و متاسفانه الان شروع کردن سلزمن ها میان روی این تلفن ها. یکی زنگ زده به این تلفنه، منم دارم رانندگی میکنم، میگه که من میتونم اینجا رو بخرم پولشو به تومن تو ایران بدم. گفتم آقا من نمیدونم، اولا این کارا در رابطه با ایران و اینها مواظب باشید، یقتون میگیره آمریکا، کانادا، این ور اون ور یک چیزایی به خصوص دارن. بعد آقا من نمیدونم اصلا اینا حاضر هستن. چرا نمیدونم؟ ببخشید ما چه مرضی داریم که هر چی این سرمی میگه با خودشون تماس بگیریم تماس نمیگیریم. در هر صورت من امروز هم این چیز رو نشون میدم و اینها یه محلی دارن که بعد از 7 سال تصمیم گرفتن واگذار کنن به کسی که میخواد به اصطلاح این بیزینس یا این شغل رو داشته باشه. شما هم اگر دنبال یه بیزینسی میگردید، یه شغلی میگردید که شروع کنید و دوست دارید با مردم باشید و اینها، با خودشون تماس بگیرید، نه با من تماس بگیرید بگید سوربی درست گفتی با من تماس نگیر، ولی این سعید چیز خوب یاد من داد، گفت ولی وقتی این ولی رو میگن یعنی اون حرفای قبلیش بی خود بوده. ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. تلفن 203-545-3166. اجازه بدید من سایت یا فیسبوکشون رو هم نشون بهتون بدم، بعد دیگه خودتون از این
طرقی که میدونید تماس بگیرید. جنیز بوکال لانج، یکی اینجا بنویسم، اینم من با بذارم جزء فیوریت ها که بمونه. گفتم جینیز یا جنیز، عجب هر کدوم میزنم یه چیز دیگه میاد. سلام صورتی به شما آقای دکتر شهرام ایران بومی. بذارید ببینیم آمد، بله این هست، این هست، اینجا این رو من باز میکنم. دلیلش اینه که شما وقتی دنبالش میگردید، وقتی به اینجا رسیدید، بدونید این همون اصلیه که ما منظورمون بوده. چون توی فیسبوک مثلا شما اگه بزنید تایپ کنی مردم تیوی، ممکنه 300 تا مردم تیوی باشه. اینجا این عکس و این نوشته و این آدرس و اینها، اینا رو تایید میکنه. اولا آدرسشون هست 94 ویلیام استریت، نیوپورت رود آیلند 02840، این زیپ کدش هست. بعدم get direction، آدرس چجوری بگیرید اگر رانندگی میکنید. یادم قدیما گوگل از اینجا میزدیم چجوری از اینجا برین ایتالیا، میگفت رانندگی کنید برید تو نیویورک، نیویورک شنا کنید تا مثلا ایتالیا. خب و اون شماره تلفنی هم که اینجا هست، اینها گفتن با همون شماره تلفن دستیمون تماس بگیرید که براتون خوندم. اینم از این. و اما اجازه بدین من این آگهی آقای انصاری رو پیدا کنم که یک ویدیوی کوتاه هست. اجازه بدید انصاری بوک یا آمازون، انصاری ویدیوی شماره 2. بله اجازه بدید این صدا رو چون خودشون فرستادن، چون تولید خود ما هست اینجا، وقتی پخش کنیم دیگه یوتیوب یقه ما رو نمیگیره. اگه بیژن جعفری هم این کار انجام بده، ما با کمال میل آگهیش رو با صدا پخش میکنیم. با هم ببینیم این کتاب، اسمش هست ناگفته هایی از تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران می رساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد، که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری. و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات
و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. بسیار عالی دوستان، دیدید دو دقیقه همه چی رو توضیح میده، به ما هم این امکانه میده که اینجا آدرس رو به شما نشون بدیم. روی آمازون همین امروز صبح، چون یکی از دوستان به من گفت که کتابی که برای من ارسال کردید به کانادا به دست من نرسیده، وقتی رفتن اسم احمد علی مسعود انصاری رو تایپ کردم فوری این کتاب اومد و اتفاقا اون آدرس رو چک کردم، گفت 14 رسیده دلیور شده، یعنی چیزی که از این یو پی اس و پستخونه و فدکس بعضی وقتا میاد مثلا بسته شما رو میذاره جلو در اصلی، ضمن اینکه شما بیشتر از گاراژ میره میاد، گاهی وقتا بهتره آدم حداقل روز یه بار این قسمتایی که اونا ممکنه بذارن، بعضی وقتا هم عمدن میذارن یه جایی که در دید نباشه چون میدزدن خیلیا. حالا من برای آمازون نوشتم که این کتابه نرسیده و آمازون جالبه نوشته یه مش آپشن به شما میده، یه مش حق انتخاب میده، مثلا انتخاب یکیش اینه، این وسیله رسیده داغونه، این وسیله دیر رسیده، این وسیله رسیده معیوبه، این وسیله فلان، ولی یه جا نفرستاده که این نرسیده. شما میگید رسیده، منم میبینم نوشته 14 می دیلیور شده رسیده ولی نرسیده، اونو نداره. در اصل من از یه جای دیگرش استفاده کردم و براشون نوشتم که یه دونه دیگه کتاب بفرستین، حالا امیدوارم دوباره ما رو چارج نکنه. و شنبه هم برنامه آقای مهدی تبریزی کنسل شد و خود منم میدونستم که وقتی همون جوری که اون برنامه بیدر و پیکر حمزه‌پور و دیوانه‌های همراهش کنسل میشه، این برنامه‌ای هم که شما آقای تبریزی الان دیگه چند سال اینجا هست باید بدونی مموریال دی بچه‌ها مدرسه تعطیل میشه، میخوان برن دریا، هرچی هم بهش میگه آب دریا سرده، هتل‌ها گرونه، میگه نه دوستمون داره میره، منم میخوام برم. لیبر دی میگن آخرین روز دریا، ما میخوان بریم، هرچی بگی گرمه طوفانه، میگه نه نمیخوام، من میخوام برم. در صورت ایشون هم کنسل کرد، برای منم نوشته بود که کنسل شد. اجازه بدید من این آگهی اندیشکدرم به شما نشون بدم، اگه وقت کردید یک نگاهی به صفحه اینها هم بندازید و امیدوارم به زودی با آقای امیر حسین لادن هم باشین. سوالاتی درباره مصدق و چیزهای دیگه درباره نفت و اینها شده که قرار بود جمعه ازشون بپرسم که متاسفانه به اصطلاح اون مصاحبه انجام نشد. این رو با هم ببینیم، این عکسی از صفحات سایتشون و آدرس سایتشون هم هست اندیشکده بدون ه بدون اچ در آخر .net، اندیشکده .net. و ایشون یک کتابی هم داره، چندین کتاب داره، نوشته هاشون اینا هست، ولی این کتابیه که لطف کردن برای تلویزیون مردم هم فرستادن. اگر شما میخواین که این کتاب رو داشته باشید حمایت کنید، ما هم برای شما پست میکنیم. باید خیابون دو طرفه باشه، عشق و عاشقی هم باید دو طرفه باشه، و الا اگه من عاشق شما باشم شما عاشق من نباشید فایده ای نداره. اون ماجرایی بود که گفت آقا نگران نباش 50% درسته. گفت 50% چی؟ گفت آقا من میخوام با دختر پادشاه ازدواج کنم، 50% درست شده. گفت چطوری؟ گفت 50% که من باید بخوام میخوام دیگه، حالا مشکل 50% اونوریه. اگه خواستید این خیابان عشق و عاشقی دو طرفه باشه که مثل سوسن بیچاره نخونیم آخه عشق یک سره یا مایه درد سره، مبلغی رو حمایت کنید خیلی ساده به وسیله کریدیت کارت، به وسیله پیپل، به وسیله حساب بانکی، و این کتاب خدا سالاری و درماندگی، مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری، نویسنده یا تألیف از آقای امیر حسین لادن، شرکت کتاب هم چاپ کرده. شرکت کتاب هم از بیزینس معمولیش رفت بیرون ولی روی اینترنت فعال هستند. اینم از این. خب
دیگه چی دارم براتون؟ بریم سراغ پرونده. پروندهتون زیر بغل منه. آماده هستم اگر داشت ازدواج در ایران راحت تر شد. سن دختر 13 سال و پسران 15 سال. یه وقتی دیگه به اصطلاح چی کنیم؟ چون من امروز 90 دقیقه بیشتر وقت نداشتم و الان 3 دقیقه بیشتر باقی نمونده. اگر از قبل با هم برنامه بذاریم خیلی بهتره. ولی در رابطه با این ازدواج و اینها، آقای آریان پور یک ویدیویی رو فرستاده که خیلی از شما این پسری رو که این فیلم رو پر کرده با این لهجه اصفهانی میشناسید. این قبلا کانادا بود، من فکر کنم یکی دو بارم باهاش مصاحبه کردم و نمیدونم، این بعد بلند شد رفت از کانادا، آمد لس آنجلس و همه فکر کردن که خب اینم حالا میاد تو تلویزیونای ایرانی و موفق میشه. به هر دلیلی بود، موفق شد یا نشد، بلند شد رفت ایران و اونجا برنامه میسازه، اونجا فیلمای به اصطلاح خواننده ها رو درست میکنه. با هم این یه قسمت رو ببینیم و در موردش صحبت کنیم. خدمتتون عرض کنم که نظرتون در مورد ازدواج چیه؟ در مورد ازدواج درد خیلی هست. شما ازدواج کردی؟ بله. چند وقته؟ 40 ساله. 40 سال؟ چجوری؟ چجوری؟ خیلی خوب، عالی. خوب ازدواج؟ بله، به نظر من خوبه. والا ازدواج زیادم خوب هست، ولی کسی که پول داشته باشه راحت تر ازدواج میکنه. آره، بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا نه. ازدواج کردی؟ نه، به قیافه میخوره. علاقه دارم زن نگیرم دیگه. یه چیز علاقه داری زن نگیری؟ موافق ازدواج نیستم تو ایران. توی ایران یعنی برید خارج ازدواج؟ نه، اونجا هم فکر نمی‌کنم. موافق ازدواج. خداوند در قرآن میفرماید زن و شوهر با مایه آرامش هم دیگه. بعد همین خودش خود استرس داری؟ من چرا واقعا؟ چرا ازدواج کم شد؟ اون قدیما خیلی بیشتر بود. شما خاطرتون هست؟ آخه بعضیا دوست ندارن وقت از راحت بودنشون مثلا کم بشه، مثلا هر ساعتی که دلشون بخواد بیرون برن، هر ساعتی که دلشون بخواد بیان خونه. برای همین اینا رو از کجا میدونی؟ به خاطر وضعیت معیشتیه. یکیش مسائل مالیه. چند اعتماد جوونه کمتر شده. بیشتر به نظر من بیکاریه. اینکه الان ازدواج نمیشه علتش چیه به نظر شما؟ الان ازدواج نمیشه. سیبیلات فابریکه؟ بله اصله. کاملا مشخصه دیگه، اصلا این سوال کردن نداره. تو مملکتون یه سری مشکلاتی از پولی اینا. پولی؟ یه سری جوونا دستپاشون گرفته است. دستپاشون گرفته است. بعدش کار کنم فیزیوتراپی برم. دقیقاً. زندگی خیلی سخت‌تر شده، شرایط خیلی سخت‌تر شده. خب اگه یکی بیاد مولتی تریلیاردر اما دیپلم باشه، شما باشه ازدواج میکنید یا یه دکتر بیاد هیچی نداشته باشه؟ آخه تو شریعتش آدم قرار بگیره ممکنه شاید واسه آینده خب پول مهمتر باشه، ولی نمیدونم کم شده. خب همینجا بسته. اگه یادتون باشه یک فیلمی بود چند مدت پیش من بهتون نشون دادم که یک خانمی با عصبانیت میاد تو دفتر یه دکتر و میگه من میخوام برم دکتر ببینم. اون خانم پرستاره میگه نه خانم نمیشه و اینها. بالاخره به زور میره دکتر، چون میبینه سر صدا میاد، میاد بیرون میگه چیه؟ میبینه این زنشه. بعد زنه میگه که پدر سوخته، تو اون وقت حالا به من گفتی تو خیابون چیه استانبولی، استانبول ناصر خسرو مال دوایناست، ولی خیابون استانبول چهارراه استانبول دلار میفروشی، حالا من فهمیدم تو دکتری. یعنی مملکت اینجوریه. اینه که حالا این فکر کنم اسمش پسر داریوش احمدی بود یا خدایا یادم رفته، کانادا بود. برید ببینید فیلماشو از کانادا، از تورنتو تا لس آنجلس فیلمای مصاحبه‌های قشنگی جور ردیف کرد و خیلی جالب بود، خیلی هم سر صدا کرد اون موقع که یه جوانی ناشناخته چجوری میاد با هر کی دلش میخواد مصاحبه میکنه، از محمود قربانی گرفته تا علیرضا امیر قاسمی تا خیلی ها مصاحبه کرد این پسر. ولی الان رفته ایران و تهران و میبینید خیلی راحته، ولی دیگه زیادی راحته و روش کانادا و آمریکا رو با اون لهجه اصفهانی داره انجام میده. آقای اکبری گفته که جناب سوری من در آمازون جستجو میکنم از کتاب آقای انصاری اظهار بی اطلاعی میکنم. زیر همین نوشته شما من این رو گذاشتم و بذارید به دیگران هم نشون بدم که اینجوریه. دوستان بذارید من اینجا این صفحه رو باز کنم و ببینید که چجوری میتونید شما
وقتی که دنبال به اصطلاح کتاب آقای انصاری یا حتی کتاب آقای لادن میگردید، توی آمازون اینها رو پیدا کنید. ببینید اولا اینجا که یا بهش گوگل سرچ میگن یا بهش سرچ باکس میگن یا این بالا که ادرس باکس میگن، هر کدوم از اینا شما بنویسید آمازون انقدر معروفه و اون رده های بالا هست که اینجا هم آگهی داده بالا میمونه. حالا اینو داشته باشی، میان شما تو صفحه آمازون، تو صفحه آمازون اینجا میبینید این ذره‌بینو گذاشته، یعنی این جستجو، یعنی با ذره‌بین برید دنبالش پیدا کنید. مینویسی احمد علی، ببین من هم تا نوشتم احمد علی خودش آمد. ببینید احمد علی مسعود انصاری، شاید شما سرهم نوشتی یا اسم کتاب رو نوشتی. اسم کتاب چون فارسیه ولی آمازون نمیذاره به فارسی بنویسن، اینا با فینگلیش نوشتن، ناگفته ها ای از تاریخ معاصر، که به انگلیسی ترجمهش میشه An Insider View of Contemporary Iranian History Persian Edition. وقتی پرژن ادیشن می‌نویسه لابد به فکر نوشتن انگلیسیش هم هستن. روی این که کلیک میکنید اینجا میاد قیمتش میگه که این کتاب 20 دلاره. بعد حالا دیگه بستگی داره، اگه برای آلمان بخواید چند میگیرن از تو اینها. و بذارید من با این نشون بدم، ببخشید میخوام بهتون این عکس و ایناشم ببینید. Select Area، آها عکس کتاب. تا هفته قبل عکس کتاب صفحه آخرش رو نشون میداد، چون فارسی به انگلیسی از راست شروع میشه، اونا کاری به اینا ندارن، اتوماتیک ربات یا به اصطلاح کامپیوتر صفحه آخر اینو میذاشت که پشت کتاب بود. حالا درستش کردن، کتابم قیمتش 20 دلاره و به فارسی هست. من میگم این آخر هفته‌ای که گذشت نصف بیشتر این کتاب رو خوندم و چه چیزهایی که آدم نمیدونه. آمریکایی‌ها میگن you don't know how much you don't know، میگن شما نمیدونی چقدر نمیدونی. اینه که همش دنبال دانش هستن، دنبال هستن. ما ایرانی‌ها میگیم آقا دیگه من همه چی رو میدونم، دیگه احتیاجی نداره. به همین خاطر کارمون خرابه. آقای آریان‌پور برای این فیلمی که فرستادن اینو نوشتن. بله چه قیمت، امیدوارم من هم دریافت کنم ببینم که اینجا چی نوشته. روز جهانی رفیق خوب، امشب شب عشق به برادر است اما باید به 12 تا آقا اینا رو دیگه بریزید دور، اینا دیگه خجالت آوره. هی برای 10 نفر بفرست، برای 12 نفر بفرست، دیگه واقعا کسی نه وقت اینا رو داره نه چیزی. خانم آقای آریان‌پور برای اون کسی که برش اینو فرستاده به نام خانم منصوره جواب میده: بانوی گرامی با سلام، وقتی که مردم با آینده کشور خود اطمینان ندارن، چگونه میتوانن با ازدواج موافق بوده و مسئولیت یک زندگی مشترک را به دوش بگیرن و با زاد و ولد و به ازدیاد خارج از قواره جمعیت ایران همراهی کنن؟ ضمن این که ارتباط زن با مرد در قرن 21 کاملا با زمانی که من جوان بودم فرق فاحشی کرده است. ارادتمند هوشنگ آریان‌پور. اینم این آقای اکبری هم میگه ممنون دخترم پیداش کرد. خیلی ممنون از شما و از دخترتون. اینم از این ماجرا. خب ببینم دیگه براتون چی گذاشتم، گرچه وقت تموم شده باید بریم. و اوکی اینم آمازون جواب داده که خیلی متاسفیم که شما این کتاب رو نگرفتی. That's definitely not that we wanted to. بله میگه اینجوری، حالا order number این guaranteed deliver for on Thursday May 1st. اینه رابطه با، اگه الان من به یه ایرانی بگم آقا چیزی که فرستادی من نگرفتم، اول منو متهم میکنه میخوام دزدی کنم، میخوام سوء استفاده کنم، ولی آمریکاییه مینویسه که من متاسفم که شما این کتاب رو نگرفتی و کتابی رو که قبلا با پست معمولی سفارش دادی که 7 دلار بیشتر پول پست ندی، ما امروز برای شما 2 روزه میفرست. 2 روزه نه، بله 31 31 میشه چند شنبه؟ 5 شنبه. خانم عزیزی که در کانادا هستید ممنونم که به من خبر دادید، اینا برای شما 2 روزه 3 روزه این کتاب رو میفرستن.
اگه اون کتاب به دست شما رسید به من خبر بدین تا من به اینا بگم ما اون کتاب رو هم گرفتیم، حالا میخواین پولشو بدم یا میخواین برش گردونم یا میخواین ما مجانی داشته باشیمش بدیمش به یکی دیگه. این اطمینان باید دو طرفه باشه، همش از دیگران نخواهیم، اونا با ما خوب باشن، مهربون باشن، وفادار باشن، صادق باشن، حمایت کنن، ما بگیم آقا ولشون کن. این ماجرایی میشه که آقای احمدعلی انصاری تو کتابش توضیح میده، میگه شاه خودش رو از مردم بالاتر میدونست، به همین خاطر مردم رو داخل آدم حساب نمیکرد. راجع به شاه چرا به این سادگی ایران رو ول کرد رفت و فلان اینا توضیح میده، میگه آقا خانم یه سرباز، یه گروبان، یه سرباز وظیفه به حقوق اگر محل پاسداریش سنگرش رو ول کنه شما میگید این خائن به مملکته. بابا این آقا بزرگ ارتشداران بوده، بعد شما میگید دلش نمیاد خون بیاد، دلش نمیاد بره کنار بذاره یه نفر که دلش میاد اونجا باشه. شما مثل این میمونه که بچه هر بی تربیتی میکنه یا صبح بگی دلم نمیاد بفرستمش مدرسه، شما پدر خوبی نیستی، شما مادر خوب نیستی، باید بچه رو ازت بگیرم بدم به یکی دیگه. چون پدر و مادر خوب سرپرست کسیه که به موقع دیکتاتور باشه. این کلمه دیکتاتور رو به موقع رو یادتون باشه، به موقع هم مهربان و دلسوز باشه. انصاری بهش میگه شما در زمان معمولی دیکتاتور بودی، حالا که شورش و اختشاش و انقلاب هست برای ما دموکرات شدی؟ بله، همین انصاری اینو به شاه گفته. برید کتابو بخونید و ببینید چه خبره. اگر این همه میدانست چرا همیشه نزد شاه و فرح بود؟ منظورتون آقای انصاریه؟ خب آقا فرخ عزیز من قضاوت اینجوری نکن، این پیش قضاوت به این میگن. خود آقای انصاری میگه آقا من نمیدونستم، من یه جوونی بودم رفتم تو این سیستم. آقای انصاری هم برای من گفته هم تو این کتاب میگه آقا من تا سالها نمیفهمیدم کارگری که میاد میگه آقا کردیت کارتم پر شده، میگفتم یعنی چی کردیت کارت پر شده؟ کردیت کارت که چیزی نمیریزن توش. آقا اینا نبودن، از مردم جدا بودن. بعد چرا ما اگه یک کسی میگه آقا من تا دیروز اینو نمیفهمیدم امروز فهمیدم، بهش میگین پدر سوختتو با در بیاری، چرا زودتر نفهمیدی؟ خود شما چون در رابطه با اکس وایفت توی جای عمومی نوشتی، من براتون میگم با چه امید و آرزویی با خانم قبلی ازدواج کردی، چه چیزایی رو نمیدونستی، چه اخلاق خوبی ایشون داره، چه اخلاق بدی شما داره، چه اخلاق بدی اون داره، چه اخلاق خوبی داره. پس ما بیان بگیم آقا شما که میدونستی چرا از روز اول طلاقش ندادی؟ آقا شما که حالا طلاقش دادی چرا از روز اول باهاش زندگی کردی؟ نکنی، لازم نیست اینقدر سوال کنی، گوش بدیم بخونیم. فرخ میدونه من دوستش دارم، من معمولا سگ نازی آباد هستم، قریب خودی حالیم نمیشه. ببینه دیگه، به پتیک میگم جانور، به خودم میگم جانور، یقه فرخ هم میگیرم. فرخ بذار برم قبل از اینکه دشمنای بیشتری درست کنم. خب خیلی چیزایی نوشته براتون دارم، ولی هم حال خوبی ندارم، هم وقتی اینجا تعطیلا خود به خود ما مثل که این ویروس تعطیلی بی حالمون میکنه. آقای سهراب چمنارا یه چیزی نوشته براتون بخونم. نوشته که آها اون اسمی که گفتم آقای پرویز کوپای بود، آقا این را بگیرید و به شدت پخش کنید. گفتم آقا مثل این مونی که شما میگید با سرعت منو برسون به بیمارستان، آقا ماشین خاموش شده بنزین نداره، نه با شدت پخش میکنم نه با سرعت شما رو بیمارستان میرسونم، برو پمپ بنزین. دیدی وقتی تنبلی میکنی بنزین نمیزنی بنزین تموم میکنی؟ من 32 سال توی مملکت رانندگی میکنم، یک دفعه هنوز بنزین تموم نکردم، چون قبل از اینکه به یک چهارم هم برسه میرم بنزین میزنم. دلیلم داره، یاد گرفتم که تانک بنزین یا تانک گازوئیل اگه خالی باشه اون قسمت خالیش هوا کاندنس میشه، هوا تبدیل به آب میشه و آب چون از بنزین سنگین تره میره پایین، میره تو سیستمتو گند میزنه. به خاطر همین یه چهارم که میشه سر صبر قشنگ میرم اونجا بنزین میزنم، حالا یا یه نوشابه میخورم یا یه کافی هم میخورم میام. گفتم حالا وقتی بنزین تموم میکنی ببین چه بدبختی میکشی، کنار خیابون یا گرمه یا سرد یا شب تاریکه یا بارونی، بنزین تموم کرد.
حالا میخوای بری از یه جای بنزین بگیری، کی وای میسه تو رو سوار کنه؟ حالا یک مروتداری هم پیدا شد، شما رو سوار میکنه میری پمپ بنزین، اون پیادت میکنه میره، شما میری پمپ بنزین میگه آقا از این بشکه ها داری، باکت، گالون، وادبر که من بنزین ببرم؟ میگن نه آقا، از بس مردم سو کردن شرکت و شرکت بسته شده. میگه خب چه خاکی بر سرم کنم؟ میگه برو مثلا فلانجا اونا میفروشن، باید بری اونجا ظرفشو بخری، بعد بیاد 5 گالون بنزین بگیری. معمولا هم این بنزینیایی که اینجا هستن همیشه گرون میفروشن، بعد حالا یا پیاده یا یکی دیگه پیدا بشه، کی حالا میاد شما رو مثلا ما خارجی ها سوار کنه با بنزین هم دستته، میگه این پدر سوخته میخواد الان بنزین بریزه تو ماشین من، هم خودشو هم من از بین ببره. آقا خانم، این ماشین تا موجود هست، این راننده به این خوبی تا نفس میکشه، همت، غیرت، همت عالی، بنزین بدید برسیم به مقصد. بله، درود بر شما که لااقل حرف از قانون اساسی میزنید و اهمیت آن را در انقلاب بعدی میدانید، ولی متاسفم برای توضیح ادعای خودتان نوشتاری از نوشته های بی سر و ته که اینجا می نویسید. قربان، قانون اساسی مشروطه مرد و رفت پی کارش، هرچند در سال 1906 یکی از افتخارات تاریخ ایران بوده، قانون اساسی همه کشورهای پیشرفته از زمان نوشتن تا به امروز بهتر و بهتر شده، مثل قانون اساسی آمریکا که در آن بردهداری بوده، زنان حقوقی نداشتند. دیشب یه جای مهمون بودم، به طرف میگم شما باورت میشه 40 سال پیش اگه میرفتی، 40 سال شاید بیشتر، میرفتی کنار دریا، 50 سال پیش اگه میرفتی کنار دریا، یه سری مامور کنار دریا بودن، میمدن دامن تو اندازه میگرفتن که این شورت شنات کوتاه نباشه. اینا تو آمریکا بوده، حالا مرد زنا حق رأی نداشتن اینا بمانه. بله، بعد قانون اساسی عوض شدن، همین ایرلند دو سه روز پیش دیدید که خیلی ها از خارج سوار شدن با هواپیما رفتن که رأی بدن. آقا خانم، کاتولیک هستی برای خودت باش، تو سرت بخوره، به ما چه؟ کسی که بنا به هر دلیلی خانمه میخواد بچهش سخت کنه به شما مربوط نیست. فکر کنم 67% رأی دادن که به اصطلاح ابورشن یا سقط جنین آزاد بشه. اینه که قانون اساسی باید پویا باشه، ایستا که باشه میشه این که 4 ملا تو مغز من و شما خوندن، بعد آقای پاشایی هم میاد میشه سخنگوی حزب مشروطه ایران، بعدم میگه آقا رضا پهلوی بلد نیست کی رو کجا بذاره، همه براش نوشتن خب به ما بگی بریم رادش بدیم. ولی همان قانون اساسی مشروطه 1906 با تمام نواقصش توسط رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامهر فقید شما اجرا نشد و علت رفتن رضا شاه در سال 1020 و جشنی که مردم گرفتن و رفتن شاهنشاه آریامهر و رأی 98.2% مردم به برکناری ایشان، همین عدم اجرای قانون اساسی مشروطه 1906 بوده. بارها عرض کردم اگر شما قانون اساسی مشروطه را هر جا که نامی از شاه، اعلیحضرت، همایونی و غیره است با لغت آیت الله عوض کنید و قانون اساسی آیت الله را با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه کنید، خواهید دید که قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتر از قانون اساسی آیت الله است. من روزهای یکشنبه برنامه داره آقای چیز، برید ببینید. همیشه وقتی پیر شدن پشیمان میشوم. خب به خاطر همیه که شعر داریم میگه پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. آقای فرخ عزیز، البته این آقای انصاری فکر کنم 8 سال از من بزرگتره، شاید هم 6 سال. خب الان 30 سال هم هست که فهمیده، قبلش هم چند سال فهمیده بوده، به این گفته آقا من این سیستم حکومت رو دوست ندارم، میخوام جمهوری خواه باشم. اون گفته خب باش، ولی بیا برای من کار کن. شما نخوندی کتاباشو، قول میدم که نخوندی 3 تا کتاب، من و رضا، من و خاندان پهلوی و این ناگفته‌های از تاریخ. اشکال من و شما اینه،
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم رو بذار عوض کنیم، من و تو نخوندیم. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون چهارشنبه. و چهارشنبه ها برنامه دوستمون از خلیج فارس گفتگوی عقل بشر هست، ولی ایشون هم تنبلی میکنه، وقتی یه چیزی میگن بعد من به عنوان یک شنونده نظر میدم دیگه درباره اون صحبت نمیکنم. اینم از این. مرسی از این قلبایی که میفرستید، ولی اگر لطف کنید حمایت کنید خیلی بهتر قلب منو شاد میکنید، چون احساس میکنم تنها نیستم. بارها بهتون گفتم نه 10 دلار نه 20 دلار نه 100 دلار شما من رو نه پادشاه میکنه نه فقیر میکنه، ولی دلگرمی میده با آدم که آقا این دوستمون آقای اکبری همشهری من، این دوستمون آقای فلانی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، مجید، این اون، اینم که بگه آقا من خرجم زیاد ندارم، یه جورایی دروغ به خودتون گفت. چون دیگه من میدونم شما اگه من تو خیابون ببینی بلم یه کافی میخری دیگه، کافی هم که یه روزا قربونش برم 6-7 دلار شده، البته من هنوز کافی گرونتر از 2 دلار و نیم نخریدم. 7-11 بهترین کافی رو داره، 1.70 دلار خورده و الی آخر. من به اندازه کافی خواندم. آها دوستان، دیدید چجوری دست فرخ رو باز کردم؟ دیدید بهتون گفتم اشکال من و شما اینه که میگید من به اندازه کافی میدونم؟ آقا فرخ، ابو علی سینا یا یکی دیگه از این دانشمندان گفته تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. اون وقت شما میگی من به اندازه کافی خوندم؟ پس همه چی رو میدونی؟ چه احتیاج داری تلویزیون نگاه کنی؟ چه احتیاج داری اخبار رو دنبال کنی؟ شما همه چی رو میدونی، ولی بترس از اون روزی که بگی من همه چیز رو میدونم، در مغزمو میبندم، کلیدشم میندازم، چون دیگه احتیاج نیست دوباره بازش کنم. باز بذارید. بابا آمریکا زندگی میکنی، هم بغل ما هستی. Every day is learning day. یعنی چی؟ یعنی هر روز روز یاد گرفتنه. اذیت نکنید. روز روزگارتون خوش، به امید دیدار چهارشنبه 30 ماه می 2018 میلادی. و اگه برنامه مورد پسندتونه حمایت کنید، اگه برنامه مورد پسندتون نیست و شما فکر میکنید یه جوری بهتر میتونید انجام بدید، این گوی و این میدان گر تو بهتر میزنی بستان بزن، قدم جلو بذارو تا مال پشت سر شما بیام. مرسی. بگم به امید دیدار، من که شما رو نمیبینم، شما منو میبینید. مرسی.